سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم ادامه مبحث فشار رو خواهیم دید. یک پوند را مطابق شکل بین شست و انگشت نشانه خود قرار دهید. پوند را کمی بین انگشتان فشار می دهید. چه احساسی دارید؟ احساس خود را توجیه کنید. پوند دو سر داره. یه سر پهن داره که الان انگشت نشانه روشه، یه نوک تیز داره که روی شست قرار گرفته. وقتی ما نیرو وارد میکنیم، این نیرو به هر دو سد وارد میشه. نیرو تقسیم بر سد میشه فشار. اون سدی که انگشت نشانه روش هست چون پهن‌تر هست، نیرو تقسیم بر سطح بزرگتر فشار کمتری ایجاد میکنه. اما اون نوک تیز که روی انگشت شست قرار داره سطح بسیار کمی داره، برای همین ما فشارش رو احساس میکنیم. مثلا اگر اون سر پهن رو 1 سانتی‌متر مربع مساحتش رو در نظر بگیریم، همون نیرویی که در بالا وارد میشه تقریبا همون نیرو توسط انگشت شست در پایین هم وارد میشه. اما چون مساحت نوک تیز 0.01 سانتی‌متر مربع، بنابراین فشار 100 برابر فشاری است که در ناحیه انگشت نشانه حس میکنیم. پونس داره به دو سر خودش با نیرویی که ما اعمال میکنیم به انگشتان ما فشار وارد میکنه، اما از اونجایی که نوک تیزش سطح کمتری داره، بنابراین فشار بسیار بیشتر حس میشه. ما احساس میکنیم که داره نوک تیز داخل انگشت ما فرو میره. شبیه همون چیزی که در سرنگ تزریقات وجود داره، ما با نیروی کم فشار خیلی زیادی رو ایجاد میکنیم که باعث فرو رفتن سوزن درون پوست میشه. اما وقتی ما مشت میزنیم، با وجود اینکه نیروی زیادی ایجاد میکنیم، اما فشار کمتری رو داره پخش میشه. این نیرو روی سطحی که مشت زدیم آثار کبودی ایجاد میکنه، داخل بافت فرو نمیره. اما ما با نیروی کم وقتی که سرنگ رو تزریق میکنیم، این سوزن فشار خیلی زیادی داره، پوست رو سوراخ میکنه. پس اگر بخوایم بگیم چه احساسی داریم، احساس میکنیم که نوک تیز پونز داره در انگشت شست ما فرو میره. اما اگر تعداد این نوک های تیز زیاد باشه، مثل همین تشک میخی، یه فردی روش دراز کشیده، نوکای تیز داره به کمرش فشار وارد میکنن به خاطر نیرویی که از وزن این شخص داره وارد میشه، اما او احساس خیلی ناراحتی نمیکنه. چرا؟ دلیلش اینه، تعداد میخا خیلی زیاده. با وجود اینکه نوک میخا مثل نوک پونز در تمرین قبل تیزه، اما داخل بدن فرد فرو نمیره. چرا؟ چون تعداد زیاد هست، هزاران میخ داره، نیرویی که از وزن این شخص وجود داره توزیع میشه، پخش میشه بینشون، فشار بسیار کمتر از این هستش که یه میخ باشه. اگه یه میخ روی پشت او بود، وزن زیاد، سطح بسیار کم، فشار زیادی رو ایجاد میکرد و حتما میخ داخل بدن فرد فرو میرفت. اما حالا که تعداد میخا هزاران هست، بنابراین فشار هزاران بار کاهش پیدا میکنه، بنابراین فرد احساس ناراحتی نمیکنه. حتما مثل 1 تشک الیاف نیست، اما این چنین هم نیستش که احساس
ناراحتی شدیدی کنه. پی برابر با فشار برابر با نیرو تقسیم بر مساحت. الان چه مساحتی داره بهش نیرو وارد میشه؟ هزاران میخی که نوک تیزشون همون سطح مقطع A1 هست، نیرو هم نیروی وزن هست، بنابراین میتونیم بگیم نیروی وزن تقسیم بر تعداد میخا، اون مساحت نوک میخا مثلا 1/100 سانتیمتر مربع بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که خیلی فشار کمی رو نسبت به اینکه یه میخ باشه دیرش ایجاد میکنه. شبیه کفشای میخدار برای فوتبال هست، تعداد میخای زیرش زیاده، برای من این طرف احساس ناراحتی نمی کنه، اما یه میخ باشه خب انگاری داره یه فشار شدیدی رو به کف پاش وارد میکنه، انگار که یه چیزی زیر کفشش رفته باشه. ضرب مکعبی شکلی پر از مایه، اگر ابعاد مکعب را دو برابر کرده و دوباره از همان مایه پر کنیم، فشار وارد از طرف مایه بر ته ظرف نسبت به حالت اول چند برابر میشه؟ در حالت اول اگر حجم رو حساب کنیم، در صورتی که ضلع آ هست میشه آ به توان 3، وقتی که اضلاع دو برابر بشه دو آ به توان 3 میشه 8 آ 3. ما میخواییم فشار رو در ته ظرف حساب کنیم، چون مایه هست فشار هیدرواستاتیکی داره حساب میکنیم، فشاری که ظرف بر سطح وارد میکنه رو حساب نمیکنیم، فشاری که مایه بر ته ظرف وارد میکنه رو داره حساب میکنیم، فشاری که بستگی به عمق داره در مایات گفتیم فشار هیدرواستاتیکیه، رو جی اچ. در حالت اول که ارتفاع آ هست یا همون اچ، وقتی که دو برابر میکنیم میشه 2H. بنابراین در حالت دوم نسبت به حالت اول فشار که از طرف مایه بر ته ظرف وارد میشه دو برابر حالت اوله. در دو ظرف A و B که مساحت کف آنها به ترتیب 8 سانتیمتر مربع و 12 سانتیمتر مربع تا ارتفاع مساوی از یک مایه می‌ریزیم، اگر وزن مایه ظرف A 3 برابر وزن مایه ظرف B باشد، نسبت نیرویی که مایه بر کف دو ظرف وارد می‌کند F A به F B چقدر است؟ از اونجایی که هر دو ظرف تا ارتفاع H از مایه پر شدن، بنابراین فشار در کف یعنی برای ظرف سمت چپ A، برای ظرف سمت راست B، پی A برابر هست با پی B مساوی با رو جی اچ. اما نیرو رو خواسته، نیرو برابر هست با فشار ضرب در مساحت. چرا؟ چون پی برابر با F تقسیم بر A طرف این وسط این کنیم، نیرو به دست میاد دیگه. برای ظرف سمت راست نیرو FB تقسیم بر مساحت کف ظرف B میشه SB. برای ظرف A هم مشابهش، ما میخواییم نسبت نیرویی که مایه به کف ظرف A وارد میکنه رو به نیرویی که مایه به کف ظرف B وارد میکنن رو حساب کنیم. کافیه FA رو که نوشتیم پی A ضرب در SA تقسیم کنیم بر FB که هست پی B ضرب در SB. چون در یک عمق قرار دارن، بنابراین پی A با پی B برابر ساده میشه، SA به SB همون نسبت FA به FB میشه. 8 و 12 رو داریم، بنابراین ساده که کنیم 8 12 همون میشه 2/3 نسبت نیرویی که مایه به کف ظرف A وارد میکنه به نیرویی که مایه به کف ظرف B وارد میکنه.
داریم دوره‌ای می‌کنیم روی مباحثی که تا الان در دو فیلم قبلی گفتیم. اگر این دو ظرف رو در نظر بگیریم، یکی دهانش رو به بالا بازه، یکی دهانش رو به پایین بسته است. نیرویی که مایه به کف دو ظرف وارد میکنه برای ظرف سمت چپ که دهانش باز هست کمتر از وزن مایه داخل ظرف، اما برای ظرف سمت راست بدنه جمع شده ظرف سمت راست داره نیرو وارد میکنه، بنابراین از وزن مایه درون ظرف بیشتره. فشار سنج مطابق شکل در یه ارتفاعی قرار داره. گفتیم فشار در یک عمقی در مایه به جهتی که فشار سنج قرار گرفته بستگی نداره. همه نقاطی که در یک عمق قرار دارن یه فشار دارن. فشار کمیت نرده جهت دار که نیست که بگیم حتما باید فشار سنج به چه صورتی باشه. وقتی در یه عمقی قرار گرفته باشه یه عدد فشار، بنابراین دهانه فشار سنج که برای نشون دادن مقدار فشار هست، اینکه به چپ باشه، به راست باشه، به پایین باشه یا به بالا باشه، در اندازه فشار تغییری نداره. بنابراین پی آ با پی بی با پی سی برابره. یک تیغ از پهنا میتواند روی آب شناور شود، زیرا گفتیم آب مولکول‌هاش پیوستگی دارن، نیروی همچسبندگی هست بین مولکول‌های آب که توی سطح باعث کشش سطحی میشن. این کشش سطحی تا اندازه‌ای میتونه نیروهایی که بهش وارد میشه رو تحمل کنه. مثلا پشه‌ای که روی آب حرکت میکنه بدون اینکه داخلش فرو بره. تیغم چون سطح روی آب قرار گرفته و نیروی کمی وارد میکنه، تیغ وزن زیادی نداره، بنابراین نیروی کشش سطحی آب که همون نیروی همچسبندگی بین مولکول‌های آب تو سطح آب هست میتونه وزن تیغ رو تحمل کنه و تیغ روی سطح بمونه. از دیگر مباحثی که در فیلم دوم از مبحث فشار که فشار در مایات بود توضیح دادیم، لوله‌های یو شکل بود. در این لوله دو مایع مخلوط نشدنی ریخته شده و چگالی آنها به ترتیب رو یک و رو دو است. اگر رو یک 2 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، رو دو چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ گفتیم مسائل لوله یو شکل با استفاده از این اصل که نقاطی که در یک تراز قرار دارند در یک مایع هم فشار هستند حل میکنیم. الان آ و ب در یک تراز قرار دارند، هم فشار هستند، یعنی پی آ با پی بی برابره. فشار در نقطه B رو روی B G H B، فشار در نقطه A رو روی A G H A در نظر میگیریم. مایه یه بالای نقطه B قرار داره، چگالیش رو نداریم، میخواییم به دست بیاریم، اما برای نقطه A 2 گرم بر سانتی متر مکعب هست. واحدا رو تبدیل نکردم چون در دو طرف یکسان هست. رو دو در میاد 48 سیوم که همون 1.6 هست. بنابراین رو دو میشه 1.6 گرم بر سانتی متر مکعب. نقاط مردیمون اینجا بالاش یه مایه بود،
اگر دو تا مایه بود باز معادله مربوط به اون رو می نویسیم. ترم یک استوانه مدرج 120 گرم است. 75 سانتی متر مکعب از یک مایه درون آن می ریزیم. در این صورت جرم استوانه با مایه درون آن 180 گرم می شود. چگالی این مایه چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 75 سانتی متر مکعب فقط برای آب میشه 75 گرم. الان گفته یه مایه، بر همین 120 به علاوه 75 غلطه بگیم. جرم استوانه و مایه میشه 175، اون مال آبه. اما اینجا گفته جرم استوانه و مایه میشه 180 گرم، یعنی 120 به علاوه چند؟ 60. بنابراین جرم مایه 60 گرمه. حجم مایه چقدر؟ 75 سانتی متر مکعب. سانتی متر مکعب، لیتر، متر مکعب، اینا واحدهای حجمه. چگالی هم جرم تقسیم بر حجم، 60 گرم تقسیم بر 75 سانتی متر مکعب، چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب به دست میاد. اما گفته چند کیلوگرم بر متر مکعب باید تبدیل واحد انجام بدیم. تبدیل واحد به این صورت انجام میشه که ضرب در کسرهایی تبدیل یک میکنیم. برای اینکه سانتی متر مکعب از مخرج بره، ضرب در 10 به توان 6 سانتی متر مکعب بر روی 1 متر مکعب، این کسر 1 برای تبدیل حجم. میخواییم گرم از بین بره، بنابراین 1 کیلوگرم بر 1000 گرم، این کسر 1 هست. چرا 1؟ به خاطر اینکه صورتش با مخرجش برابره، بنابراین ضرب کردنش تأثیری در کسر اولیه‌مون که 60 گرم بر 75 سانتی متر مکعب است ایجاد نمیکنه. برای همین بهش میگن کسر تبدیل یک، تبدیل میکنه واحدها رو. بعد که ساده کنیم، همون ضرب کردن در 1060 به روی 75 بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب، اگه در 1000 ضرب بشه بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب به دست میاد که میشه 80 یا 8 ضرب در 10 به توان 1. درون ظرفی تا ارتفاع 20 سانتی متر مایعی به چگالی 1200 کیلوگرم بر متر مکعب ریخته ایم. چگالی آب چقدره؟ 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. این چگال تره، این مایعی که در این ظرف ریختیم. فشاری که مایع بر کف ظرف وارد میکند چند پاسکال است؟ این هم همون فشار هیدرواستاتیکیه، فشار داخل مایه است در کف ظرف. چگالی رو داریم، ارتفاع رو داریم، جی هم که 10 متر بر مجذور ثانیه است، بنابراین پی میشه رو جی اچ، همه واحدا در اس آی. و چون چگالی بر حسب کیلوگرم بر متر مکعبه، ارتفاع رو بر حسب متر می نویسیم. اگر چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعبم بود، باید باز تبدیل کنیم به کیلوگرم بر متر مکعب تا فشاری که به دست میاد بر حسب پاسکال باشه. وقتی فشار بر حسب پاسکاله که چگالی بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و h بر حسب متر باشه. اختلاف فشار بین دو نقطه از مایع در حال سکون دلتا پیه. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب g سوم در راستای قائم به طرف پایین حرکت کند، اختلاف فشار بین این دو نقطه کدام خواهد بود؟ داره برمیگرده به حرکت آسانسور در فصل‌های قبل. صحبت میکنیم مسئله ترکیبی، یعنی این وقتی داخل یه مایع ساکن باشیم، میدونیم اختلاف فشار بین دو نقطه برابر با فشار نقطه پایین‌تر منهای فشار نقطه بالاتر، که اگر ساده کنیم رو جی اچ دو منهای رو جی اچ یک از رو جی فاکتور بگیریم، اختلاف فشار همون حاصل در به اختلاف ارتفاع ضرب در روجیه. حالا میگه این دو نقطه رو اختلاف فشارشون رو دلتا پی در نظر بگیرید. الان مایه روی زمین قرار داره، وقتی قرار بدیم داخل آسانسور
که داره با شتاب جی سوم به طرف پایین حرکت میکنه این اختلاف فشار به چه صورت در میاد؟ میدونیم وقتی آسانسور داره با شتاب جی سوم به سمت پایین میره، وزن، دقت کنید، وزن نه جرم، به اندازه ام ضرب در جی سوم کم میشه. ما وقتی داخل آسانسور قرار داریم، وقتی آسانسور با شتاب به سمت بالا میره، ما نیروی بیشتری نسبت به وزن طبیعیمون احساس میکنیم، احساس میکنیم داره به پامون فشار میاد. برعکس وقتی با شتاب به سمت پایین میره ما احساس سبکی میکنیم. اگر به شتاب جی برسه آسانسور که نمیرسه، ما اصلا از روی زمین بلند میشیم، یعنی از کف آسانسور احساس میکنیم فاصله گرفتیم، چون دیگه نیروی به پامون وارد نمیشه. وقتی که با شتاب جی سوم پس داره به سمت پایین حرکت میکنه، فشار داخل مایه که بستگی به وزن مایه که بالای نقطه‌ای که می‌خوایم فشار رو حساب کنیم داره، به دلیل اینکه وزن کاهش پیدا می‌کنه به اندازه ام جی سوم، ام هم همون ستون مایه هست بین آ و بی، بنابراین فشارم کاهش پیدا می‌کنه. فشار نیرو تقسیم بر مساحته، چون نیروی وزن کاهش پیدا کرده به اندازه ام جی سوم شده 2/3 ام جی، 2/3 ام جی هم تقسیم بر همون مساحته، بنابراین اختلاف فشار میشه 2/3 دلتا پی. چگالی مایه آ 4/5 چگالی مایه بی است. اگر حجم 8 کیلوگرم از آ برابر 10 لیتر باشد، حجم 5 کیلوگرم از مایه بی برابر چند لیتر است؟ اطلاعات مسئله رو به زبون ریاضی می نویسیم. روی آ برابر با 4/5 روی بی. می دونیم روی آ یعنی چگالی مایه آ برابر با جرم مایه آ تقسیم بر حجم مایه آ، 8 کیلوگرم تقسیم بر 10 لیتر. می تونیم ساده کنیم، می تونیم به همین صورت بنویسیم. به صورت اعشاری میشه 8 کیلوگرم بر لیتر. میگید این نه کیلوگرم بر متر مکعب، نه گرم بر سانتی متر مکعب، اشکال نداره. اینم یه نوع بیان شگالیه. از اونجایی که همین واحد برای ما میتونه مناسب باشه، تبدیل واحد رو انجام نمیدم که به کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر سانتی متر مکعب تبدیل کنم. میدونم روی آ طبق فرض مسئله 4/5 روی بیه، بنابراین روی بی میشه 5/4 روی آ. روی آ رو که به دست آوردم، بنابراین روی بی میشه 5/4 ضرب در 8/10 که اگر ساده کنم میشه 2/2 یا 1 کیلوگرم بر لیتر میشه چگالی بی. چگالی بی یعنی روی بی مساوی ام بی تقسیم بر وی بی، 1 مساوی با به جای ام جرمو قرار میدم 5، وی بی در میاد 5 لیتر. یک سوال مفهومی: در شکل روبرو ظرف تا ارتفاع اچ از آب پر شده و سطح مقطع قسمت‌های مختلف استوانی آن از بالا به پایین 400 متر مربع، 100 متر مربع، 800 متر مربع. اگر 2 لیتر آب بر آب ظرف اضافه کنیم، فشار در کف ظرف چند پاسکال افزایش می‌یابد؟ پس اون سطح مایع که بالاتر از همه است 400 متر مربع، بعد اون وسط که نازک شده 100 متر مربع، کف ظرف هم 800 متر مربع. 2 لیتر آب اضافه کنیم یعنی چی؟ یعنی به اون بالایی که سطح مقطع 400 متر مربع داره ارتفاع اضافه میشه، این پایین که پره. اول باید چی رو حساب کنیم؟ چون فشار در مایعات بستگی به ارتفاع مایع داره، باید ببینیم این 2 لیتر آب که حجم آب هست چه ارتفاعی آب رو بالا میاره. برای اینکه ببینیم چند متر آب بالا میاد با این 2 لیتر آب، باید سطح مقطع رو ضرب در h مساوی با 2 لیتر قرار بدیم.
2 لیتر رو تبدیل میکنم به متر مکعب، میشه 2000 متر مکعب. 2000 متر مکعب آب اضافه میکنم به سطح مقطع یا ظرفی که کفش 400 متر مربعه. اچش چقدر میشه؟ چقدر آب میاد بالای این سطح مقطع؟ میشه 2000 تقسیم بر 400 که اگر 10^-2 از صورت مخرج ساده بشه میشه 2/10 تقسیم بر 4 که میشه 500. بنابراین ارتفاع آبی که بالا میاد 0.05 متره. حالا این 0.05 متر چقدر به فشار اضافه میکنه؟ به اندازه همین 0.05 ارتفاعی که پیدا کرده رو جی اچ میشه 1000 ضرب 10 ضرب 0.05. ارتفاع قبلی فشار اولیه بود، 0.05 ارتفاع پیدا کرد، شد 0.05 ضرب 10 ضرب 1500 پاسکال اختلاف فشاری که نسبت به حالت اولیه پیدا میکنه. اصل پاسکال گفتیم اگر یه فشار به یه قسمت از مایعی که محصور شده وارد بشه، این فشار بدون تغییر به تمام قسمت ها منتقل میشه. از این خاصیت برای جرثقیل‌ها یا بالابرهای هیدرولیکی استفاده میشه. یه نیرو رو که کوچیک هست F1 در سمت چپ میبینید داره به سطح مقطع کوچیکی وارد میشه، یه فشار ایجاد میشه، این فشار انتقال پیدا میکنه به تمام مایع. از جمله در قسمت سطح مقطع A2 این فشار وقتی انتقال پیدا میکنه به سطح مقطع A2 نیرویی که ایجاد میشه بسیار بزرگ برای بالا بردن جسم سنگینی که روی پیستونه A2 قرار داره که میتونه یه ماشین باشه، یه باری باشه، استفاده میشه. یعنی ما با یه نیروی کوچیک F1 داره به یه سطح مقطع کوچیک A1 وارد میکنیم، یه جابجایی که ایجاد بشه باعث میشه جسم سنگینی که روی سطح مقطع یا صفحه A2 قرار داره جابجا بشه. یه نکته‌ای وجود داره، این که گفته میشه فشار به همه جای مایع منتقل میشه، آیا به ظرف و بدنه ظرف هم وارد میشه؟ بله. برای همین جرثقیل ها یا بالابرهای هیدرولیکی بدنه بسیار محکمی دارن که بتونن این فشار رو تحمل کنن. مسئله به چه صورته؟ میگه چه نیرویی به پیستون A1 وارد کنیم تا بتوانیم جسمی به جرم 100 کیلوگرم که بر روی پیستون A2 قرار دارد جابجا کنیم. میگیم P1 با P2 برابره، P1 F1 به روی A1، P2 F2 به روی A2. به جای F1 که چیزی نباید بذاریم، میخواییم پیدا کنیم. به جای A1 4، به جای F2 چون جسم 100 کیلوگرمه، MG نیرویی که داره وارد میشه میشه 1000 نیوتن تقسیم بر 50. چون سانتی متر مربع بود واحدهای مساحت در دو طرف دیگه تبدیل واحد نکردم، F که به دست میاد 80 نیوتن نیرویی است که ما اعمال میکنیم برای جابجایی 100 کیلوگرم. یعنی کافیه یه وزنه 8 کیلوگرمی قرار بدیم بعد بتونیم جابجا کنیم یه جرم 100 کیلوگرمی. سوال، وقتی که جسم در یه تراز قرار داره چجوری میگید شما اینو جابجا میکنیم؟ ببینید وقتی جرم 8 کیلوگرمی قرار بدیم میتونیم جرم 100 کیلوگرمی رو جابجا کنیم. یعنی چی؟ یعنی نیرو در دو طرف برابر دیگه، فشار در دو طرف مایع در یه تراز قرار داره برابره. کافیه
اون جابجایی که میخوایم رو با نیروی کمی که صرف نظر میشه رو جی اچ دیگه ازش صرف نظر میشه توی جرثقیل های هیدرولیکی. چون ما وقتی که نیروی 80 نیوتون رو اعمال کنیم با نیروی 1000 نیوتون برابره، الان که جابجایی رخ نمیده، وقتی که ما یه مقدار نیروی اندکی اضافه وارد کنیم این جابجایی رخ میده، این هم رو جی اچه. در شکل مقابل پیستون ها با جداره استوانه سکاک ندارن. M1 داده 200 گرم، M2 چقدر باشد تا سیستم در حالت متعادل و ترازمند اولیه باقی بماند. قطر قاعده پیستون بزرگ 5 برابر قطر قاعده پیستون کوچک است. وقتی میگه در حالت تعادل یعنی چی؟ جا به جایی نداریم. وقتی میگه ترازمند اولیه یعنی الان توی ارتفاعی از کف قرار دارن، از کف میگیم P1 برابر با P2. P1 یعنی چی؟ یعنی نیرو تقسیم بر مساحت. نیرو چیه؟ نیروی وزن دیگه داره به پیستون A1 وارد میشه. M1G تقسیم بر A1 مساوی با M2G تقسیم بر A2. میگید اصلا مساحت رو نداده، شعاع رو نداده، چجوری ما پیدا کنیم؟ اگر سطح مقطع پیستونا دایره‌ای شکل باشه، که وقتی میگه قطر یعنی دایره‌ای شکله، گفته قطر قاعده پیستون بزرگ 5 برابر قطر قاعده پیستون کوچیک. وقتی قطر 5 برابره شعاع هم 5 برابره. وقتی شعاع 5 برابره یعنی مساحت 25 برابره. بنابراین نسبت مساحت پیستون بزرگ به سطح مقطع پیستون کوچیک A2 به A1 PR2 به توان 2 PR1 به توان 2 میشه 25. پس به جای A2 قرار میدم 25 A1، A1 با A1 ساده میشه. از اینجا M2 به دست میاد، 25 ضرب در 2 دهم که میشه 5 کیلوگرم. پس ما با 200 گرم که جرم وزنه M1 هست میتونیم 5 کیلوگرم رو جابجا کنیم. چه مزیتی داره جرثقیل هیدرولیکی با یه وزنه یا نیروی کم میتونیم یه نیروی بزرگ ایجاد کنیم؟ و این خاصیتیه که مایعات سیالات دارن، فشار رو انتقال میدن، فشار انتقال پیدا میکنه ها، نیرو ایجاد میشه به سبب فشاری که انتقال پیدا کرده. دو نیوتون وارد کردیم، 50 نیوتون وارد شد. انرژی ایجاد نشده ها. اگر جابجایی رو در نظر بگیریم، جابجایی که این نیروی 2 نیوتونی داره خیلی زیادتر، ما باید جابجایی بیشتری انجام بدیم، چون میبینید اون قسمت سطح مقطع نازکتر هست. مثلا اگر D1 جابجایی بشه، سمت مقابل D2 که خیلی کوچکتر هست جابجا میشه، چون حجم مایعی که پایین میره در سمت چپ با حجم مایعی که در سمت راست بالا میره برابره، سطح مقطع ها متفاوت هست، ارتفاعهای متفاوتی رو برای جابجایی ها میبینیم که وجود داره. در شکل مقابل جرم پیستون بزرگ یعنی M2 که روی سطح مقطع A2 قرار داره 4 کیلوگرمه و سطح مقطع پیستون بزرگ و کوچک به ترتیب 200 سانتی متر مربع و 10 سانتی متر مربع. اگه دستگاه در حال تعادل باشه یعنی دیگه جابجایی نداریم، همین وضعیت رو داشتن، جرم پیستون کوچیک را به دست آورید. آیا این درسته من بگم P1 با P2 برابره، بعد بگم M1G به روی A1 مساوی M2G به روی A2
بعد عدد رو قرار بدم، M1 رو به دست بیارم. وقتی که مایه ها در یک تراز باشند، درسته، اما الان که در یک تراز نیستن، میبینیم 20 سانتی متر سمت راست بالاتره. حالا چرا بالاتره؟ خب نیرویی که وارد شده به سطح مقطع A1 انقدر بوده که موجب شده نه تنها از حالت تراز خارج بشه، یه مقدارم بالاتر بره. بنابراین یه مقداری نسبت به حالت تراز نیرویی که وارد شده بیشتره. این نیروی بیشتر هم سبب شده رو جی اچ ایجاد بشه در سمت راست و مایه ارتفاع پیدا کنه. پس وقتی قراره بنویسیم، میایم از همون لوله های یوشک ترازو در نظر میگرفتیم، استفاده میکنیم. گفتیم در یک مایه در نقاط تراز فشار یکسانه. یعنی چی؟ یعنی الان در این دو نقطه‌ای که مشخص می‌کنیم، در سمت چپ که همون خود پیستونه، سمت چپ، در سمت راست یه ارتفاع که رو جی اچ فشار ایجاد می‌کنه، به علاوه یه فشاری که ناشی از جرم پیستونه بزرگ هست. پی 1 با پی 2 برابره. اما پی 1 ام 1 جی به روی آیه که مساوی پی 2 یه فشار هست ناشی از وزن پیستون بزرگ که ام 2 جی به روی آ 2 هست، اف تقسیم بر آ، یه فشار به جهت مایه‌ای که بالای نقطه 2 قرار داره رو جی اچ. اچمون چقدره؟ 20 سانتی متر 0.2 متر. M1 رو میخواییم به دست بیاریم، جرم پیستون کوچیک ضرب در 10 تقسیم بر، از اونجایی که سطح مقطع رو بر حسب سانتی متر مربع داره، بر حسب متر مربع بخواییم به دست بیاریم، باید در 10 به توان منهای 4 ضرب کنیم. ساده میکنیم، 10 با 10 ساده میشه، 10 به توان منهای 4 میاد صورت میشه 10000، ضرب در M1 10000 M1 200 ضرب در 10 به توان منهای 4 2 تا 0 200 با 10 به توان منهای 4 میشه 10 به توان منفی 2، 10 به توان منفی 2 میاد صورت میشه 10 به توان 2، 40 تقسیم بر 2 میشه 20، به علاوه 2000 ضرب در 10 ضرب در 0.2، دودهم یه رقم اعشار با 10 ساده بشه میشه 2 ضرب در 2000 میشه 4000. 10000 M1 مساوی با 2000 به علاوه 4000 میشه 6000. M1 در میاد 6000 10000م که میشه 6/10. بنابراین جرم پیستون کوچیک 6/10 کیلوگرمه. حالا ممکنه در یه مسئله‌ای به ما بگه اصلا جرم پیستون رو صرف نظر کردید، وزنه‌ای که باید روی پیستون کوچیک قرار بگیره باید چقدر باشه؟ همین مسئله، اما مثلا گفته باشه جرم پیستونا رو صرف نظر کردیم، بعد روی پیستون بزرگ یه وزنه‌ای 4 کیلوگرمی گذاشتیم، چه وزنه‌ای باید روی پیستون کوچیک بذاریم؟ اونجا این 6/10 که به دست میاد میگیم وزنه که باید روی پیستون کوچیک بذاریم. مهم نیرویی که داره اعمال میشه روی مایه. اما قسمت به گفته اگر جرم پیستون کوچیک 200 گرم باشه، چه نیرویی به سمت پایین باید به اون وارد بشه تا دستگاه در حالت تعادل بماند؟ پس قسمت الف که به دست آوردیم 6/10 کیلوگرم رو نداریم. قسمت ب به ما جرم پیستون رو داده. حالا میخواد با در نظر گرفتنی که جرم پیستون بزرگ 4 کیلوگرمه، باید یه نیروی اضافه تری وارد کنیم، اما نمیدونیم چقدره تا در حال تعادل بمونه. بنابراین در سمت چپ ما یه پیستون کوچیک داریم
که جرمش 200 گرمه. چه فشاری ایجاد میکنه؟ 2/10 کیلوگرم ضرب در 10 این نیرو تقسیم بر A1 به علاوه F که میخواییم پیدا کنیم تقسیم بر A1 مساویه با فشاری که در سمت راست داریم همونه. 40 4 ضرب در 10 بوده تقسیم بر A2 به علاوه رو GH. کلگر اینجا F بعد از ساده کردن به دست بیاریم نیرویی که باید اعمال کنیم برای اینکه دستگاه در حال تعادل بمونه که 4 نیوتن به دست میاد. در شکل مقابل مایه به چگالی رو مساوی با 10 گرم بر سانتی متر مکعب داخل لوله یو شکل ریخته شده و انتهای سمت راست آن با درپوشی بسته شده. مایه تمام بخش سمت راست لوله را اشغال کرده است. فشار کل در نقطه دی چقدر است؟ میدونیم اگر لوله یو شکل اجازه داشت تا مایه درونش حرکت داشته باشه در یه تراز قرار می گرفت. الان می بینیم در قسمت سمت چپ مایه ارتفاع داره اما در قسمت سمت راست به سبب درپوش نمی تونه این مایه بالا بیاد، داره فشار وارد می کنه به درپوش. چقدر داره فشار وارد می کنه؟ به اندازه ارتفاعی که در سمت چپ مایه هست به علاوه فشار هوا، چون سمت راست به درپوش داره فشار هوا وارد میشه دیگه، به مایه که وارد نمیشه. بنابراین فشار در دی که همتراز هست با نقطه آ برابره، میگیم پی آ برابر با پی دی. پی آ رو حساب میکنیم، رو جی اچ به علاوه پی صفر، پی صفر 10^5 پاسکاله، رو 10000 کیلوگرم بر متر مکعب هست، 1000 ضرب در 10 شده بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب. چه گاری رو به دست آوردیم؟ ضرب در 10 ضرب در 20 سانتی متر هم میشه 0.2 متر، میشه 120000 پاسکال. اما قسمت ب گفته اگر شعاع دوله 1 سانتی متر باشه چه نیروی به درپوش وارد میشه؟ میگیم فشار مساوی با نیرو تقسیم بر سطح مقطع. 120000 پاسکال فشار رو داریم. سطح مخترم با توجه به اینکه گفته پی رو 3 در نظر بگیریم، شعاع 1 سانتی متر، شعاع 1 سانتی متری یعنی شعاع 1/100 متری. 1/100 متر ضرب در 1/100 متر میشه 10^-4 متر مربع. یه طرف این وسط این کنیم، به جای 120000 هم نوشتم 1.2 ضرب در 10^5 ضرب در 10^-4 ضرب در 3 که بشه نیرو 36 نیوتن به دست میاد. مسئله مشابه شکل مقابل یک لوله محتوی مقداری آب و گاز را نشان میدهد. اگر فشار محیط برابر با 1 اتمسفر باشد فشار کل گاز بر حسب پاسکال و میلیمتر جیوه چقدر است؟ باز نقاط همتراز، فشارهای برابر، پی آ مساوی با پی بی. در سمت چپ که آ رو در نظر گرفتیم، فشاری که در نقطه آ وجود داره ناشی از ستون مایعی به ارتفاع 50 سانتی متر و فشار هوا. برای نقطه بی فقط فشاری که اون مقدار گاز داره وجود داره. ما هم پی ناشی از همین مقدار گاز رو میخوایم، یعنی پی بی رو میخوایم. بنابراین میشه پی سف به علاوه رو جی اچ آ. اما 1 اتمسفر 10^5 پاسکاله، پس میگیم 10^5 به علاوه رو 1000 مایمون آبه، ضرب در 10 ضرب در 50 سانتی متر نیم متر میشه 105000 پاسکال. اما چند میلیمتر جیوه است؟ گفتیم برای تبدیل پاسکال به سانتیمتر جیوه یا میلیمتر جیوه
و یا بالعکس برای تبدیل فشار بر حسب میلیمتر جیوه و سانتی متر جیوه به پاسکال از این فرمول استفاده میکنیم. میگیم فشار بر حسب پاسکال مساوی با رو جی اچ. برای همه مایات همینه دیگه. به جای چگالی چگالی جیوه رو قرار میدیم، به جای جی 10، به جای اچ هم اگر داشته باشیم اچ بر حسب متر، اگر نداشته باشیم و بخوایم به دست بیاریم حتما فشار بر حسب پاسکال رو داریم که اینجا 105000 پاسکال رو قرار میدیم، رو 13600، جی 10، اچ ارتفاع ستون جیوه که همون عددیه که اگر ضرب در 100 کنیم بر حسب سانتی متر فشار بر حسب سانتی متر جیوه به دست میاد، که اینجا 77 متر یعنی چی؟ یعنی 77 سانتی متر جیوه. ارتفاعی که ستون جیوه پیدا میکنه فشار بر حسب سانتی متر جیوه، ضرب در 10 کنیم میلیمتر جیوه. با توجه به شکل مقابل شای پیستون 10 سانتی متر، جرم پیستون 6 کیلوگرم و جرم وزنه روی آن 9 کیلوگرمه. فشار کل گاز درون سیلندر چند پاسکاله؟ از فشار ناشی از وزن خود گاز صرف نظر شود. یعنی چی؟ ما الان میخوایم چی رو پیدا کنیم؟ فشار کل گاز درون سیلندر ناشی از وزن است و وزن پیستون. و فشار هوا. این ستا رو که با هم دیگه جمع کنیم فشار کل گاز درون سیلندر به دست میاد. برای حساب کردن فشار ناشی از وزن وزنه و وزن پیستون از رابطه نیرو تقسیم بر مساحت فشارم در محیط گفته 10^5 پاسکال. وقتی میگه پی صفر 10^5 پاسکال همون فشار هواه. پس فشار ناشی از وزنه mg تقسیم بر a، چون جرم پیستون 6 کیلوگرمه باید این مقدارم اضافه بشه، پس یه 90 نیوتن تقسیم بر سطح مقطع، یه 60 نیوتن تقسیم بر سطح مقطع به علاوه فشار هوا. بنابراین 90 تقسیم بر سطح مقطع چنده؟ وقتی شعاع پیستون 10 سانتی متره یعنی 1/10 متره. 1/10 متر ضرب در 1/10 متر، پی هم گفته 3 در نظر بگیریم، بنابراین میشه 1/100 متر مربع ضرب در 3. 1/100 میشه 10^-2 میاد صورت میشه 100 ضرب در 90 میشه 9000 تقسیم بر 3 میشه 3000. به همین ترتیب 60 هم ضرب در 100 6000 تقسیم بر 3 2000 2000 و 3000 5000. بنابراین 5000 به علاوه 10^5 پاسکال میشه 105000 پاسکال. فشار کل گاز درون سیلندر که میتونیم به صورت نماد علمی بنویسیم 1.5 ضرب در 10^5. در شکل مقابل چگالی مایع درون لوله 4000 کیلوگرم بر متر مکعب و فشار هوای اطراف 76 سانتی متر جیوه. فشار کل گاز چند پاسکال و چند سانتی متر جیوه است؟ باز میگیم در نقاط همتراز داخل مایع فشار برابر پی آ با پی بی برابر فشاری که در نقطه بی داریم ناشی از فشار گاز درون مخزن، فشاری که در نقطه بی داریم ناشی از ستون مایع و فشار هوا. ما پی آ رو میخواییم حساب کنیم، مینویسیم پی آ مساوی با پی بی. پی بی رو حساب میکنیم، میگیم پی آ هم همین مقداره.
ارتفاع ستون مایه‌ای که بالای نقطه بی هست چجوری به دست میاد؟ 54 سانتیمتر از کف 20 سانتیمتر سمت چپ رو میبینیم، 54 منهای 20 میشه 34 سانتیمتر ارتفاع ستون مایه‌ای که بالای نقطه بی هست، ضرب در رو یعنی چگالی مایه‌ای که داخل لوله هست 4000 ضرب در جی که 10 هست. قبلش من 76 سانتیمتر جیورم بر حسب پاسکال به دست آوردم. به چه صورت؟ میگم ستون جیوه 76 سانتیمتر جایی بالا بره طبق آزمایشی که توری چلدی کرده، به این صورت به دست میاد رو چگالی جیوه ضرب در 10 ضرب در 76 صدم میشه 103333 پاسکال. بنابراین 76 سانتیمتر جیوه مقدار دقیقش 103336 پاسکاله. یعنی اینجا من فشار هوا رو 10 به توان 5 پاسکال در نظر نگرفتم، دقیق به دست آوردم. پس فشار هوا رو داریم که همون 76 سانتیمتر جیوه بر حسب سانتیمتر جیوه بر حسب پاسکال گفتیم 103336 پاسکاله. به علاوه رو جی اچ بی، به جای رو میذارم 4000، به جای جی میذارم 10، به جای اچ بی 34 سانتیمتر رو بر حسب متر. فشاری که در نقطه بی به دست میاد همون فشار نقطه آ هست که همون فشار کل گاز بر حسب پاسکال. حالا این فشاری که بر حسب پاسکال به دست اومده بود میخواییم تبدیل کنیم به سانتیمتر جیوه. به چه صورت؟ به همون صورتی که سانتیمتر جیوه رو به پاسکال تبدیل کردیم، یعنی از رابطه پی مساوی با رو جی اچ این دفعه اچ رو میخواییم به دست بیاریم، پی رو داریم، 116960 پاسکال رو داریم. میگیم این معادله چند سانتیمتر جیوه است؟ یعنی چی؟ یعنی اگر این فشار به جیوه وارد بشه ارتفاع ستون جیوه چقدر میره بالا؟ یعنی اگر ما توی آزمایشی فشار گازمون 116960 پاسکال باشه و مایه داخل لوله یو شکلمون جیوه باشه، این ارتفاع رو پیدا میکنه که داره به دست میاریم. 116960 رو تقسیم بر 136000 کنیم میشه 86 صدم، این بر حسب متر میشه 86 سانتیمتر جیوه. ممکنه سوال کنید که تو این آزمایش همین فشار برای مایعی با چگالی 4000 کیلوگرم بر متر مکعب باعث شد 34 سانتیمتر بره بالا، چجوری برای جیوه که سنگین تره باعث میشه 86 سانتیمتر بره بالا؟ به خاطر اینکه اینجا فشار هوا رو دیگه حساب نکردیم. فشار بر حسب سانتیمتر جیوه گفتیم مال آزمایش توری شلدیه، خلا وجود داره بالای ستون جیوه. در شکل روبرو مقدار اچ چند سانتیمتر است؟ میایم از سمت راست حساب میکنیم، البته از سمت چپ هم میتونیم حساب کنیم. میگیم در نقاط همتراز در مایع فشارها با هم برابره، یعنی پی آ برابر با پی بی. فشار در نقطه آ ناشی از فشار هوا به علاوه فشار ستون مایعی که بالای نقطه آ قرار داره، یعنی پی اس اف به علاوه رو جی اچ آ. به جای پی اس اف که همون فشار هواست گفته بگیریم 10 به توان 5 پاسکال قرار میدیم. ضرب در مایعمون آب هست بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب 1000 ضرب در جی 10 ضرب در 120 سانتی متر میشه 1.2 متر، میشه 10 به توان 5 به علاوه 12000، 112000 پاسکال. بعد میایم ادامه میدیم، میگیم فشاری که در نقطه بی وجود داره ناشی از اون گازی هست که در اون مستطیل سمت چپش وجود داره، وگرنه هم تراز بود دیگه با نقطه آ. اون فشار گازی که در اون مخزن وجود داره باعث شده مایع
در سمت بی پایین بره، در سمت آ بالا بیاد. پس میگیم پی بی که به دست آوردیم برابر با همون فشار داخل مخزن. این فشار داخل مخزن کدوم مخزن؟ مخزن سمت راست، چون دو تا مخزن داریم، یکی مخزن یک، مخزن دو، مستطیلی که سمت دو هست، فشار رو به دست آوردیم همون پی بیه. حالا میایم داخل لوله یو شکلمون در قسمت راست مخزن. میگیم پی دی با پی سی برابره، اما پی سی ناشی از فشار گازی هست که داره به مایع وارد میشه، به علاوه فشار ستون مایع بالای سی. گفتیم فشاری که داخل این قسمت وجود داره همون فشار پی بیه، بنابراین قرار میدیم 112,000 پاسکال به علاوه فشاری که ناشی از ستون مایع بالای سی هست رو جی اچ. اچ رو ما میخواییم پیدا کنیم. این مساویه با پی دیه. پی دی چقدره؟ همون فشاری که در مخزن سمت چپ یک وجود داره، 1.2 × 10^5 پاسکالو که داده. این فشار گاز سبب شده که مایع پایین بره تا برسه به دی و در سمت راست بیاد بالا، ارتفاع اچ رو پیدا کنه. 1.2 × 10^5 مساوی با 112,000 به علاوه 1,000 × 10^HB. اینجا HB در میاد 0.8 متر یا 80 سانتی متر. باز هم عصر پاسکال. اگر در شکل روبرو قطر پیستون بزرگ 10 برابر قطر پیستون کوچک بوده و نیروی F2 همون وزن ماشین برابر با 2^10^4 نیوتن باشد، یعنی چند کیلوگرمه؟ 2000 کیلوگرمه. برای حفظ تعادل نیروی F1 چند نیوتن باید باشد؟ از اونجایی که هم ترازن، یعنی در یک ارتفاع قرار دارن از کف، بنابراین F1 به روی A1 که همون P1 هست با F2 به روی A2 P2 برابره. F1 رو میخواییم به دست بیاریم، F2 رو داریم، اما نه شعاع پیستون 1 رو داریم نه شعاع پیستون 2 رو، اما میدونیم قطر پیستون بزرگ 10 برابر قطر پیستون کوچیک، بنابراین شعاعش هم 10 برابره، مساحتش 100 برابره. شعاع ضرب در شعاع، برای همین اگر شعاع 10 برابر باشه مساحت نسبتش 100 برابر میشه. ممکنه به ما بگه پیستون مربعی شکله، مهم نیست، مهم اینه که نسبت مساحت با نسبت زل یا شعاع رابطش توان دوم برابره. یعنی اگر زل یه مربع رو 10 برابر کنیم مساحتش 100 برابر میشه. از اینجا F1 با طرف این وسط این به دست میاد. باز مسئله مشابه، اما اینجا دیگه در یک تراز قرار ندارن. در سمت چپ انقدر نبوده وزنی که روی پیستون کوچیک قرار گرفته تا اینکه موجب بشه وزنی که روی پیستون بزرگ هست همتراز باشه. بنابراین برای نوشتن رابطه P1 مساوی P2 برای سمت چپ ما هم فشار ناشی از وزنه کوچیکو داریم که روی مایع قرار گرفته که با سطح مقطع پیستون برابره،
هم فشار ناشی از ستون 1.5 متری مایع. رو جی اچ میشه 2000 ضرب در 10 ضرب در 1.5 به علاوه ام 1 جی تقسیم بر آ 1. از اونجایی که سطح مقطع پیستون سمت چپ رو داده 50 سانتی متر مربع، میشه 50 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع. یه نکته مهم، اون سوال لوله یوشک رو یادتون هست سرش بسته شده و به وسیله چوب پنبه، گفتیم نیروی هوا رو دیگه وارد بر چوب پنبه میدونیم، دیگه فشاری از ناحیه هوا بر اون قسمتی از مایه که زیر چوب پنبه از وارد نمیشه. اما اینجا که پیستون قرار نگرفته روی مایه به صورتی که بهش نیرو وارد نکنه، میتونه پیستون حرکت کنه، چرا اینجا فشار هوا رو در نظر نگرفتیم که به پیستون ها داره نیرو وارد میکنه؟ به خاطر که در دو طرف برابره. یه پیستون داشتیم و طرف دیگه مخزن گاز داشتیم، این پیستون میتونه حرکت کنه آزادانه، بنابراین فشار هوا رو وارد میکنیم. اما تو اون مثال چوب پنبه، به خاطر که چوب پنبه داخل اون لوله محکم شده، دیگه حرکتی نداریم که فشار هوا رو بتونیم تاثیرگذار بدونیم. وقتی ساده کنیم در این مسئله، وزن پیستون سمت چپ یا وزن 350 نیوتن به دست میاد. اینکه تو پرانتز نوشته بود وزنه، منظور اون نیروی هستش که داره وارد میشه بر مایه در قسمت سمت چپ. حالا پیستون میخواییم در نظر بگیریم که 350 نیوتن داره وارد میکنه، یا یه وزنه 350 نیوتنی. توی این تمرین دیگه جابجایی هم گفته، در شکل روبرو اگه پیستون کوچک 20 سانتی متر جابجا شود، پیستون بزرگ 4 میلی متر جابجا می شود. میبینید جابجایی پیستون کوچک خیلی بیشتر از پیستون بزرگه. اگر پیستون کوچک و وزنه روی آن 2 نیوتن باشد، برای برقراری تعادل وزن پیستون بزرگ و وزنه روی آن چند نیوتن باید باشد؟ وقتی که پیستون کوچیک جابجا میشه به اندازه 20 سانتی متر، مایه زیر خودشو هل میده به سمت پایین. همون قدر مایه در این قسمت جابجا میشه، در تمام قسمت‌ها هم جابجا میشه دیگه. در سمت راست همون حجم از مایه بالا میاد. همون حجم چون سطح مقطع در پیستون سمت راست، همون ستونی که داره میبینیم پهنه بزرگتره، سطح مقطعش ارتفاع همون جابجایی 4 میلی متره. ما میگیم V1 با V2 برابره، V هم حجم مایه است، سطح مقطع ضرب در ارتفاع 20 سانتی متر 2 دهم ضرب در A1 مساوی 4 میلی متر 4000 ضرب در A2 نسبت A1 به A2 به دست میاد. از اینجا میتونیم بگیم P1 با P2 که برابر هست، F1 به روی A1 مساوی F2 به روی A2 نسبت A1 به A2 رو داریم، نسبت F1 به F2 به دست میاد. پس اومدیم گفتیم جابجایی رو داریم، جابجایی به ما کمک میکنه تا نسبت مساحت ها رو به دست بیاریم، چون مساحت ها رو به ما نداده. گفتیم حجم مایع جابجا شده با هم برابره، از اونجایی که ارتفاع جابجایی رو داریم میتونیم نسبت سطح مقطع رو به دست بیاریم. نسبت سطح مقطع بنا به رابطه P1 مساوی با P2 نسبت نیروها رو به دست میاریم. A1 به A2 2/100، F1 به F2 هم 2/100. ما نیرویی که داره روی پیستون سمت چپ وارد میشه 2 نیوتن رو داریم، قرار میدیم، میبینیم نیرویی که باید
برای برقراری تعادل در پیستون سمت راست، یعنی پیستون بزرگ داشته باشیم، 100 نیوتن به دست میاد. یه مقدمه برای نیروی شناوری یا نیروی ارشمیدس بگیم. در قسمت بعد که برای رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی است، مسائل نیروی ارشمیدس و اثر برنولی رو خواهیم گفت. اما مقدمه نیروی شناوری یا نیروی ارشمیدس، اجسامی که روی آب قرار میدیم مثل سنگ، مثل سکه، میرن ته آب. اجسامی هستن چگالیشون بالاتر از چگالی آبه، میرن زیر آب، یا روی آب میمونن مثل روغن، چگالیشون کمتر از آبه، یا نه روی آب شناور میمونن مثل یه کاسه‌ای که یه مقدار آب داخلش هست، شبیه کشتی‌های باری که روی آب قرار میگیره. چرا کشتی به اون سنگینی روی آب قرار میگیره؟ دلیلش اینه، نیروی شناوری وجود داره که بهش در خلاف جهت نیروی وزن که به سمت پایینه به سمت بالا وارد میشه. همه اجسامی که روی آب شناور هستن FB نیروی شناوری مساوی با وزنشون هست، چون این اتفاق افتاده داره روی آب شناور میمونه دیگه. اگر سنگین تر باشه از نیروی شناوری که میره ته آب مثل یه سکه. اما این نیروی شناوری به چی بستگی داره؟ به حجم آبی که اون جسم جابجا میکنه. یه کشتی رو در نظر بگیرید، اینقدر وسیع هست اون قسمتی که داخل آب قرار میگیره، آب و اشغال میکنه، حجم زیادی هست، نیرویی که به عنوان نیروی شناوری است بستگی به این حجم آب جابجا شده داره. وزن آب جابجا شده معادل نیروی شناوریه. برای همین یک کشتی با اون همه بار، هزاران تن روی آب شناور میمونه، اما یه سکه چند گرمی داخل آب فرو میره، به خاطر اینکه نسبت وزن آب جا به جا شده برای کشتی نسبت به وزن کشتی خیلی بیشتر است از نسبت وزن آب جا به جا شده برای یه سکه نسبت به وزن سکه. یه توپ پلاستیکی رو در نظر بگیرید، باید نیرو وارد کنید تا این رو داخل آب فرو ببرید. اینقدر نیروی شناوری زیاد هست، حتی اگر به زور اون رو فرو ببرید داخل آب باز میاد بالا. اگر FB کمتر از MG باشه، یعنی نیروی شناوری کمتر از وزن باشه، جسم غرق میشه. بیشتر باشه میاد بالا، روی سطح قرار میگیره. اگر مساوی باشم که شناور میشه. الان ما دو قطعه آهنی با جرم برابر داریم، اما یکی توپره یکی حفره داره سمت راستیه. اونی که توپر هست، خب میدونیم چگالی آهن بیشتره دیگه، بنابراین فرو میره. اما جسم سمت راست همون آهنه، چگالی هم همونه، اما چون حفره داره نسبت به جسم سمت چپ خیلی بیشتر از فضای آب و اشغال کرده، یعنی حجم آب بیشتری و جابجا کرده، بنابراین روی آب شناور میمونه، چون نیروی شناوری بیشتری داره بهش وارد میشه. در فیلم بعد تمرین های مربوط به نیروی ارشمیدس رو خواهیم دید. متشکرم. خدا نگهدار.